خوش اومدید به قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. توی این ویدیو دراما رو می‌خوایم بیافتیم تا کمر توش. من یه خورده دیر رسیدم به آلبوم جیدال، مشغول آلبوم چرسی و مسافرت بودم، مثل اینکه شنیدم جیدال مرگل و دیسیل تو آلبوم ستاره سوهل. به هر صورت لینک ترک سوپرمن رو گذاشتم تو دیسکریپشن، میتونید گوش کنید ترک رو که ترک چهارم از آلبوم مسینگ. بجز اون لینک کانال یوتیوب دلول، کانال من و رامتین، لینک کانال یوتیوب اسنر، کانال من و نیما تو دیسکریپشن هست. به اون کانال هم سر بزنید اگر دوست داشتید. یه ترک هم داره تاپ جی، ترک سوم. و به هر صورت اگر فور گنگا رو بچید توی کامنت برین سراغ شنیدن یه اتفاق عجیب از آرتیست عجیب از کانال یوتیوب آرتیست عجیب. آرتیست عجیب که میگم از این نظر برای من عجیبه که توی این سن و توی با این قدمت توی پایدار بود. من شنیدم از پایدار جدا شده جیدال، نمیدونم، من موثقش رو نفهمیدم. دیدم همه دارن میگن، همه معمولا یهو همه با هم چه چرت و پرت نمیگن، ولی چون مسافرت بودم این خبر شنیدم، اینترنتم اونجا درست نشین برایشم چک کردم، چیزی پیدا نکردم، ولی خیلی همه جدی میگن که جیدال از پایدار جدا شده. این از این. در مورد رولات آلبومم طبق رسم همه ویدیوهای اولین ریاکشن ها به اولین ترک های آلبوم اگه بخوایم پیش بریم، رولات آلبوم خیلی رولات عجیبی بود. من اصلا یه کامینگ سون از جیدال دیدم، بعد از اون یه تیزر از جیدال دیدم که یعنی اناونسمنت جالبی نبود واقعا. اینکه جیدال داشت صحبت میگه که بعد از مدت ها این آلبوم سولو که فکر کردم وقتشه، بعد از مدت ها اولین آلبوم سولو که فکر کردم وقتشه و فلان و اینا، میدونی اتفاقاتی که افتاده رو داشت توضیح میداد. یعنی ما داریم میبینیم که یه آلبوم سولو داده جیدال، ما داریم میبینیم که بعد از مدت ها مثلا یه آلبوم سولو داده، ما داریم میبینیم یه سری چیزا رو. این همون چه اتفاقاتی که داره میفته رو داشت توضیح میداد و به نظر من این تو این تیزر هیچ علامت سوالی برای مخاطب ایجاد نمیکنه که مخاطب خب با یه علامت سوال بره در پی حل علامت سوال توی آلبوم. هیچ کنجکاوی برای مخاطب بر نمی انگیزه، هیچ سورپرایزی توش وجود نداشت. به نظر من کل دلیل اینکه ما تیزر و اناونسمنت میذاریم اینه که یه شیطنتی کنیم به یه چالش ریز، نه چالش عجیب غریب و مثلا نمیخوام فیلم نولان بسازیم، ولی ما یه کرم می‌بینیم به جون مخاطب که بیاد اون کرم رو توی آلبوم دنبال راه حلش بکنه. همچین چیزی وجود نداشت، واسه خیلی عجیب بود اون اناونسمنت آلبوم. و حالا در مورد این ترک بعد از اینکه ترک رو شنیدیم بوش یه صحبت می‌کنیم. سوپرمن پرودوس بای پرود با سین. بره بریم ترک سوپر سمپل، ترک سوپرمن امینمه. ورژن اکسپلیسیتش رو دیدید؟ I love you baby, I think I love you too. جیدال از سوها. سین چی کار کرده با سین؟ خیلی مغز مریضی داره جیدال. هم این اگه این شکلی بود خیلی ترسناک میشد. زاویه فکر و زوایا رو کلن I do know one thing though, bitches they come they go, Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. I do know one thing though, bitches they come they go. من یه چیزو مطمئنم، ایستو میدونم این که بچه ها میان و میرن. Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day, maybe you will someday grow. یه خورده عوض کرده همون فلوی کورس سوپرمن امینم، اون سمپل رو عوض کرده، این فلو همون رو نگردش شعر رو عوض کرده. Maybe I love you one day، شاید یه روزی عاشقت شم، شاید یه روزی دوست داشته باشم، شاید یه روزی بزرگ شیم جفتمون. وی till then just sit your drunk ass on that fucking runway. Oh. Maybe I'll love you one day, maybe we'll someday grow. Till then just sit your drunk ass on that fucking runway. Oh. دروغ و نهیده من تو عشقات این بیت غمگینه، ولی من خوشحال دیگه نیستم. دست تو دست خود فقط وسطیش مال تو انگشتام، بذار داستانو باز کنم بیشتر، بازم آره رفتی و دختر رو آره دقیقاً برنامه همینه. بس اینکه من نمیخواستم چیزی بگم قبل از شنیدن موزیک، گفتم خب بذار موزیک گوش کنیم، شاید مثلا یه تیکه چیزی انداخته به جیدال، ولی نه اصلا داستانو داره باز میکنه. خیلی عجیبه که ما بشینیم اینجا یه موزیک راجبه، یه موزیک اینقدر مستقیم راجبه رابطه آقا جیدال با خانم مدگل مثلا بشنیم که درگیر چه دراماهایی بودن. معمولا آدما با دوستاشون راجبه رابطهشون درد دل میکنن، دوسته فراری میشه، دوسته میگه بابا به من ربطی نداره خودتون میدونید. بعد که بشینیم یه موزیک راجع به رابطه و دراماهای این دو نفر گوش کنیم،
خیلی تصمیم عجیبی جیدال گرفته. یعنی اگه 10 هم باشه موزیک با انتخاب موضوع بازم میشه پس نیم. آخه وسطی شمال تو انگشتام بذار داستانو باز کنم بیشتر بازم آره رفتی و دختر رو ریختم بازم ولی قرار نی آخر فیلم بعد باشم اما غریب و تو بودی با فیلم بردارم جز خوبی چی تو بودی با فیلم بردارم بازم ولی قرار نی آخر فیلم بعد باشم اما غریب و تو بودی با فیلم بردارم. آه داره میگه که اگر من با غریبه ها بودم به خاطر این بود که تو با فیلم بردارم بودی. کلادیو میگه کلادی تو زدیش مدگلو بعد عجیبه دختر ریختم باسم ولی قرار نی آخر فیلم بعد باشم اما غریبه ها تو بودی با فیلم بردارم جز خوبی چی داری پشت ما بگی هیچی نبودی شدی دور ما یکی پیش رفت کنی تشتای خواهنی از خوش بهش میاد تا توی واقعی بچه اصلا من هم تعجب میکنم که نشستم دارم راشه چنده بودن دوست دختر قبلی یه نفر میشنوم نه بودن که حالا خائن بودن آخر ببین همه رو میگم اومد اون روم دیگه عشق اینترنتیت ولی خوب روم میشه به اینم ریاکت برو یوتیوب هیت تو که پول دوست داری اینم خوب پول میده مهم نیداری تو چه یه جوری داره به همه میندازه یعنی داره کلا به ریاکت رفتن به چیزایی که هیت و پول در میاره اون اینستا تیکه میندازه که من اوکی هم بس شما ناراحت نشید اگر شما هم یه همچین کاری میکنید ترند یابی میکنید از اون ترند سعی میکنید پول در بیارید اتنشن جذب کنید ناراحت نشید اصلا به خاطر اینکه خود رپرها هم همین کارو میکنن پر ویو ترین ترک جیدال الان همین ترک توی ترک لیستش داره سعی میکنه از هر راهی که بلده مدگل رو تحقیر کنه دیگه حالا من نمیدونم مدگل ناراحت میشه با هم باشین چیزی یا نه ولی من دارم به کسای دیگه که اگر کارشون اینه میگم که ناراحت نباشید بیاید بغلم اوکیه هممون داریم همین کارو میکنیم هممون داریم سعی میکنیم توجه جلب کنیم و پول در بیاریم دیگه از چاپ خونه و از نونواییش بگیر که تابلوهای رنگی رنگی میزنن که بیشتر اون شو جلب کنن تا حالا هر کسی اکت برو یوتیوب هیت تو که پول دوست داری اینم خوب پول میده مهم نی داری تو چه احساسی بی تو دوپامین بالاست مثل روی اکستاسی مهم نی اصلا هر کاری کنی برو دیست من رو فیت بده تو با زد بازی میخوام اسمی نباشه اما تو خوبا مهم نی هر کاری کنی برو دیست من رو فیت بده با زد بازی زد بازی میدونیم که از قدیم مشکل دارم با جیدال یعنی میگه بری با دشمن هم دوست شی و من هم دیست کنی روش باهاشون اصلا دیگه واسه مهم نیست و فیلم میسار که فکر میکنم مهم باشه حالا تن هر کاری کنی برو دیست منو فیت بده تو با زد بازی میخوام اسمی نباشه اما تو خوبا آهنگی نباشه اما تو گوشا لوزرا نگن که عشق خوبی زندگی نمی کنم من با دروغا دستا تو بده من تو را تو برسم یادم رفت سر و سر چی وقتی با حال نیاجی از دور انگار من خودم از دور فکر بیام خیلی زوجه با حال و خیلی با دوست دارن موقع من تو من یه خورده کوچیک بودم دیگه یه خورده کوچیک‌تر یه خورده فکر می‌کردم دنیا مثلا باربی ورده باربی لنده ولی خیلی یه جوری بودن که انگار همه چی اوکیه و انگار چقدر هم دیگه دوست دارن هم ساپورت میکنن جفتشون یوتیوب فعالیت میکنن این آرتیست اون یکی هم یوتیوبر موفق این آرتیست موفق ولی می‌بینید که لایه اول رابطه که برداشته میشه اون تو چه گند و جزافتیه یادم رفت سر و سر داشتی تو با اکسم یادم رفت سر و سر داشتی تو با اکسم خب یادم رفت سر و سر میگم که عشق خوبی زندگی نمی کنم من با دروغا دستا تو بده من تو را تو برسم یادم رفت سر و سر داشتی تو با اکسم اگر یه دختره با اکس من که باز اونم دختره سر و سر داشته باشید اتفاق بدی میفته دارم فکر میکنم به این که آیا اون کار بدی کرده که با اکس من سر و سر داره نه تو رفتی رفیق اکس تو زدی دیگه اوکیه دیگه اگه اون اوکی باشه اونم اوکی باشه مثلا من همچین کاری توصیه نمیکنم کلا چون دختره با هم دیگه حرف میزنن آلردی وقتی با رفیق اکس دوست شدی اکست خیلی زیاد در مورد تو اون گفته اون در مورد تو خیلی زیاد از اکس شنیده بدی دارم به توهین دیسریسپکتیش فکر میکنم اینو کجاش دیسریسپکتی مثلا چیز خاصی فاش کردی که مثلا بگه که تو خائنی به خاطر اینکه با ایکس هم دوست بودی یا اینکه بگه تو نمیدونم تو رو تحقیر میکنم به خاطر اینکه با ایکس هم دوست بودی و مثلا رفیق ایکس هم داشتی تو با ایکس هم I don't know one thing those bitches they come they go سلام
سنده ترو سنده منده منده ترو سنده یو بیبی I love you one day maybe we'll someday grow till then just sit your drunk ass on that fucking runway hole I can be a superman can be a superman can be a superman اینم خودش ایده قابل بحثی که چرا کورس انگلیسی هست I can be a superman can be a superman یه صدایی میگه زشته ول کن ولی دارم میرم سراغ ورسس داداش گوش کن به اون صدای پست نمیگه یه صدایی میگه زشته هنوز زیر نشده میرم سراغ ورسس سوم باز میسازم از این قصه شعر رو تقدیم میکنم بهت بیت به بیت و این شعر رو میگم فقط حرف راست براشون مهم نیست اصلا حرف مردم هم فراری از هر جا عکس ماست ولی پاک نمیشن نیستش دست من چون بچه ایستیم راجب این که حرف مردم مهم نیست و اینا بگم هر کی میگه جیدال داداشمی ولی هر کی میگه حرف مردم مهم نیست یا نمیدونه حرف مردم مهمه یا انقدر حرف مردم مهمه که یا نمیدونم نمیخواد اعتراف کنه که حرف مردم مهمه. ما هممون چیز واسه ثابت کردن به مردم، به دور و وریامون، به خانواده‌مون، به رقیبمون، به دشمنمون داریم. هممون همیشه حرف مردم واسمون مهمه و اصلا اینجوری تکامل پیدا کردیم که حرف مردم واسمون مهم باشه. وگرنه من بعدم نمیدونم چون لخت تو تابستون دارم بیرون. ولی چون حرف مردم مهمه نمیرم دیگه. تا یه حدی حرف مردم همیشه مهمه. مهم نیست اصلا حرف مردم هم فراری از هر جا عکس ماست ولی پاک نمیشن نیستش دست من چون یه روزی بود من فراری از هر جا عکس ماست ولی پاک نمیشن نیستش دست من چون یه روزی بودی خونه واده دوست صمیمی اون روزا دوره آره گفتی میخوای با هم رها بشی مثل گرگا فکر کنم امشب ماه بوده کامل رفته گفتی میخوای با هم رها بشی مثل گرگا فکر کنم امشب ماه بود کامل ماه کامله چیکار میکنن گرگا میرن زوزه میکشن جفت میگیرن ما کامله گفتی میخوای با هم رها بشی مثل گرگا فکر کنم امشب ما آدم هم گرگ میشن رفته از سرم هوای تو نیبوس رویام و لبای تو یاد باشه گرفتم دنیا رو برات این آخرین نامه من برای تو شو تو که عجیب بود آترو با حال بود خدایی با اون دلیوری سوپرمن رو خوندن کی خونده بود این صدای کیه؟ صدای جیدال جون نیست اون نوتا رو باید دونم جیدال بتونه بزن اگه هم زده تبریک میگم چون خفنه خب این بود یه ترک غیر قابل باور تا همین لحظه من باورم نمیشه که همچین ترکی اومده بیرون دیس وحشت دیس خیلی ملو از جیدال به مدگر دیسی که توش من حقیقت نفهم واقعا این که میگم چرا این که اصلا باورم نمیشه این ترک اومده به دو دلیل یک این که ما یه سری گرون اس منیم که سعی میکنیم رابطمون با زنمون رو ردیف کنیم با دوست دخترمون و پارتنرمون رو ردیف کنیم اگر نشود جد با صحبت جدا میشیم از هم دیگه یا اینکه حل میکنیم مشکلاتو حل میکنیم به عنوان یک گرون اس من اگر خیلی واسمون داستانشه مجبور باشیم یه چیزی رو اعلامیه طور اعلام کنیم به یکی آقا این اگر من این کارو کردم اصلا یه چیزی رومونه یه تهمتی رومونه برای برداشتن اون تهمته ما مثلا مجبوریم راجع به رابطه صحبت کنیم آره اوکی تا اینجا پاز یعنی تا اینجا اوکیه میشه حرف بزنیم راجع به روابط وگرنه به نظر من اصلا لزومی نداره راجع به رابطه که 1.5 سال من خونه مامان اینا بودم وقتی جیدال مدیر ازم جدا شدم 1.5 سال فکر کنم گذشته اینکه راجع به 1.5 سال پیش یهو برگردیم یه سری صحبت رو انجام بدیم و رابطه 1.5 سال پیشمون رو بیایم افشا کنیم که تو اون موقعی که با من بودی که آخرین باری که با من بودی 1.5 سال پیش بود تو مثلا 3 سال پیشش با فیلم بردارم بودی من دلیلی واسه این اتفاق نمیبینم اگر دلیلی باشه همون دلیل است که گفتم بهتون یه موقعی میبینیم یه سری تهمت رو ما هم حالا ما میخواییم اون تهمت رو برداریم یا اصلا ما هم حمله کنیم از خودمون دفاع کنیم که هیچ حمله هم کنیم به طرف یه سری چیز میام میگیم ولی یه موقعی آرتیست ها همه حرفاشون رو تو موزیک میزدن که تنها راه ارتباط آرتیست با مردم گرامافون بود واینال نه توییتر وجود داشت نه روزنامه دست مثلا حرفای خواننده رو چاپ میکرد نه مجله ای بود مصاحبه کنه نه اینستاگرامی وجود داشت هیچ پلتفرمی وجود نداشت که من بتونم یه حرفی که دارم رو برسونم به بقیه یکی از چیزهایی که میگن راجع به ترک های سیاسی مصرفی ترک های اعتراضی مصرفی یه انتقادی هم که بهشون وارده اصلا انتقاد من به موزیک های اعتراضی فارسی نیست هار رشید فوش ندید انتقاد یک سری منتقد دیگه است به سری موزیک اعتراضی سیاسی دیگه اصلا آمریکایی انگلیسی
اروپایی. اینه که یه زمانی تنها راه تاثیرگذاری روی مردم موسیقی بود، چون تنها راه ارتباط آرتیست و آدم تاثیرگذار روی با مردم از طریق موسیقی بود، از طریق اون دیسک، از طریق سی دی، کاست. بعدتر که اومد جلو واقعا فعالای سیاسی، چه میدونم مثلا آدمای معترض بیشتر اطلاع دارن راجع به اون حوزه و بیشتر میتونن تاثیر بذارن دیگه. بخاطر همین دیگه یک کم توجیه از روش برداشته شد، مگر موزیکای موندگاری باشه و چه میدونم تبدیل به آیکانش موزیک. کار ندارم، سویش میکنیم رو بحث خودمون. این که یه سری چیزا رو ما میخوایم راجع به یه رابطه یه سال نیم پیش صحبت کنیم، من دلیلی نمیبینم واسش که موسیقی واسش ساخته شه که اینقدر توش بخواد مستقیم صحبت شه. من موزیکی که مستقیم توش صحبت شه، فقط جمله به جمله چیزای غیر قابل برداشت توش بحث شه و توش مطرح شه، خیلی فنش نیستم، مگر در موارد متنوع، مگر در موارد مشخص دیگه. مثلا دیس زد بازی به فلانی، دیس فلانی به فلانی، دیس دیگه، دیس باید مستقیم، دیس باید مستقیم باشه، حالا با پیچش های خودش. من اصلا توجیهی برای اینکه دیسترک بیاد مگر نمیتونیم صحبت کنیم راجع به یه سری مسئله؟ صحبت که اصلا راحت تره. اینکه جیدال تصمیم گرفت یهو دیس بده بیرون خیلی برام علامت سوال خیلی بزرگی، خیلی عجیبه واسه من. توجیهی برای بیرون اومدن این حرفای جیدال در قالب یک موسیقی نمیدیدم واقعا. اولا که به نظر من نیازی به صحبت راجبش نبود، دوما که نیازی به ساخت موزیک راجبش نبود، سوم به نظر من دیسریسپکت ها و یعنی هدف موزیک خیلی من متوجه نشدم چیه هدفش. آیا دیسریسپکته و تخریب مدگره؟ اگر هدفش اینه، به نظر من تخریب عجیب غریبی رخ نداد. اگر هدف افشاگری بود، آخه این افشای این اتفاقا به چه دردی میخوره؟ و اینکه افشاگری از طریق موزیک با افشاگری اصلا میگم چیزایی که افشا شدم چیزای عجیب غریبی برای من نبود که بگم واو یاجی پشمون فلانی این کارو کرده. من هیچ توجیهی واسه موزیک نمیدیدم. به نظرم موزیک تاثیرگذار دیسترک، تاثیرگذار که میگم قرار نیست جنبش رخ بده، به نظرم کاری که میخواست رو نکرد، به نظرم صرفا بزرگتر کردن اون علامت سواله بود. من وقتی فهمیدم جیدال دیست داده به مدیار علامت سوال بزنم شکل گرفت. الان که ترکو شنیدم علامت سوال بزرگتر بود، به خاطر اینکه موزیکم موزیک عجیب غریبی نبود اصلا. خلاصه حرفای جیدال، حرفای مدیالم میشنویم ببینیم که چون در واکنش به این موزیک یه سری حرف زده توی یوتیوبش، ببینیم که چی گفته. نظرتون رو شما بنویسید راجع به این موزیک، ببینیم که چه خبره. ویدیو رای دوست داشتید، ویدیو رای دوست نداشتید، فورگن یادتون نره توی کامنت. ویدیوهای کانال رو هم اگر دوست دارید سابسکرایب یادتون نره. یه دونه زنگور هم مقرد سابسکرایب هست. اگه ویدیوها رو ممتد دنبال میکنید روی زنگور فشار بدید. تا ویدیوی بعدی فور.